باشه، خوش و خرم و سلامت و تندرست باشید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به ایریا سیلیکون ولی و طبق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، ظهر ساعتی که بعد از ظهر و شب ساعت 9 شب به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی هستم. خب میدونم که اولین چیزی که میخواد بپرسید، خب چه خبر؟ تظاهرات ادامه داره نداره؟ چه این رژیم میره؟ 40 ساله، 42 ساله داریم سوالا رو میکنیم، ولی خب بعضی روزا سوالا بیشتره، انتظارا بیشتره، بعض مواقع کمتره. حالا از اون روزا ایامی که انتظارات شما زیاده و منتظر یه خبری بشه، حقیقتش اینه که میشه، مطمئنن میشه، ولیکن نه با اون سرعتی که شما انتظار دارید. شما انتظار دارید که هر روز تو تهران و در شهرهای بزرگ ایران و شهرهای کوچک تظاهرات بشه. این چنین چیزی امکان نداره. بالاخره مردم زندگی دارند، هوا گرمه، هر روز نمیتونه میان تو خیابون، ولیکن اومدنشون با فاصله اونیه که باید بشه. یعنی در واقع حکومت مستحلک میکنه در یک دراز مدت، حکومت خسته میشه، نیروهای سرکوبگر، نیروهایی که میگن امنیتی هست، اینا خسته میشن که مرتب مثلا 4 روز آماده باشن، تا میخوان از آماده باش بیان بیرون، دو مرتبه یه جای شلوغش رو مجبورن باز آماده باش بگیرن یا باز بیان تو خیابون. موندن تو خیابون برای مدت طولانی، همانا اون چیزی که شما میخواید اتفاق میفته. و اجازه باید داد که به طور طبیعی برنامه جلو بره. حالا دیروز در اصفهان، یه شهرکی در اصفهان، یه شهرک نوساز، در اونجا تظاهرات شد و همچنین در لرستان در اونجا هم تظاهرات شد و شعارا این بود که اصفهان، خوزستان، اتحاد، اتحاد، یا اینکه نمیدونم به ما بپیوندید. بهتر اصلا ببینید که در این دو تا منطقه مردم چه شعارایی میدادن، چون من شعارا رو بگم خب اکثرا شما شنیدید، ولی که وقتی میگه اصفهان، خوزستان، یعنی بالاخره اصفهان هم به جمع معترضین خوزستان پیوسته. بذارید سر خود مردم رو بشنوید. مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته. اینجا اصفهان، بهارستان، امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته. این از تظاهرات. خب در این مورد
مسائل زیادی، جوک های زیادی، نوشته های زیادی ما در دنیای مجازی میبینیم، و مهمتر از این همه سوال های در دو مجموعه در واقع خلاصه میشه. یکی این که آیا رژیم سقوط میکنه، و حالا که اگه سقوط کرد چی سر قدرت میرسه. این خیلی مهمه برای من و شما مردم، و هر کسی برای خودش حدس میزنه. خب یکی از به اصطلاح انتخابا نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبا و نظام پادشاهی مشروط خان، یکی از انتخاب ها سازمان مجاهدین خلقه. بجز این دوتا در داخل کشور گروه هایی هستن که واقعا خب 40 ساله با این رژیم دارن مبارزه میکنن، در نهایت سمبل اینا خود مردم هستن که دارید مشاهده میکنید. بنابراین انتخاب بعدی که وقتی میگم سوم، معنیش اینه که واقعا سوم هستن، نه ممکنه اول باشن، در داخل کشور ممکنه یک سیستمی از دل این جامعه بیرون بیاد و در واقع بعد از حکومت جمهوری اسلامی مملکت بگردونه. یکی از بهترین تشبیهات رو، بهترین تحلیل رو در قالب شعر که میخوایم چی میخوایم، حکومت بعدی ما چی میخواد باشه، مردم چه آرزی دارن، فریدون فرهندوز کرده. فریدون فرهندوز خب یه گوینده واقعا کم نظیریست و مثال زدنیه، از تلویزیون ملی ایران کار گویندگی داشته، خوب میخونه شعر رو، دلنشین میخونه و در واقع مقصود و منظور خیلی لطیف میرسونه. امروز با آقای فریدون فرهندوز تماس گرفتم اجازه پخش این ویدیو رو بگیرم که با صدای خودش پخش، درست که دوست 40-50 ساله هستیم، ولی که بالاخره رعایت حرمت و نمیدونم حق و حقوق و احترام واجبه. زنگ زدم که آقای فریدون خان فرهندوز اجازه میدید من اینو پخش کنم، گفت اون چیزی که گفت خیلی لطف کرد، با اجازه نمیخواد چه پخش نکنید، من گذاشتم پخش بشه، همه چی گذاشتم، البته گفت خیلی جاها نذاشتم، حالا دلایلش رو ولش کنید، ولی که به هر حال خوشبختانه باعث شد که باز امروز من صدای نازنین دوستم فریدون فرهندوز رو بشنوم. ببینید که فریدون فرهندوز چه حکومتی رو برام میخواد در قالب یک چکامه بسیار بسیار دلنشین. گوش میدید. ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی، در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه، با لهجه‌ای غریب و فرهنگی غریب تر و چشمهایی سرد و ترسناک، نیا. برای من از مرگ نگو، به گورستان نرو، گورستان پایان است، نباید آغاز باشد. این بار توی دهان هیچ کس نزن، وعده توخالی نده، نفت را بر سر سفره‌ها نیار، نانمان را بر سر سفره‌هایمان باقی بگذار. از آب و برق مجانی نگو، از تلاش انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگو، از تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو. ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی، با شادی بیا، با چادر سیاه و تهجر و ریش نیا، با مارش نظامی و جنگ نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ‌های بزرگ در دست‌های کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیا،
از تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو، برای من از زندگی بگو، از پنجره‌های باز بگو، دل‌های من را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن، به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم، چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت، به ما شأن انسان بودن را بیاموز، به خدا خود خواهیم رسید. ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی، بر قلب‌های عاشق ما قدم بگذار، مهرت را در دل‌های ما بیفکن تا آزادگی در درون ما بجوشد و تو را با هیچ چیز دیگری تاخت نزنی. با هر نفس یادمان بماند که تو از نفس عزیزتری. بدانیم که آزادی یک نعمت نیست، یک مسئولیت است. به ما بیاموز که داشتن و نگه داشتن تو سخت است. ما را با خودت آشنا کن. ما از تو چیز زیادی نمی دانیم. ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم. ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم. ای نادیده ترین، اگر آمدی با نشانی بیا که تو را بشناسی. آن ای آزادی، اگر به سرزمین ما آمدی با آگاهی بیا تا بر دروازه های شهر تو را با شمشیر گردن نزنی، تا در حافظه کند تاریخ نگذاریم که تو را از ما بدوستند، تا تو را با بیبندوباری و هیچ بدل دیگری اشتباه نگیری. آخر میدانی بهای قدمهای تو بر این خاک، خونهای خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است. برای ما بهای تو سنگین ترین بهای دنیا بوده است. پس این بار ای آزادی، با آگاهی بیا، با آگاهی بیا، با آگاهی، با دقیقا اون چیزیست که شما میخواید، اون چیزیست که حکومتی میخواید که در واقع این مشخصات رو داشته باشه. جواب فکر کنم که خیلی روشن بود از زبان شاعر ناشناخته و صدای مخملین نازنین فریدون فرهندوس. خب فریدون فرهندوس بگذاریم که خب همکار بودیم در تلویزیون ملی ایران، دوست هستیم. یکی دیگه از هم کلاسی های من در دانشکده علوم ارتباطات دیدم یک طنز قشنگی داشت، یک قلمه خاصی داریم آقای هری پتروسیان که الان در گلندل لس آنجلس زندگی میکنه، که خوندنش نوشتنش یعنی اون نوشته خوندنش ساده است، ولی که بخوای در واقع جلوی دوربین بخونی خیلی مشکله. یه طنز، یعنی در واقع یک قلم خاص خودش داره، نمیتونم بگم خودمونی می نویسه یا عامیانه می نویسه، خیلی دیگه عامیانه می نویسه. نوشته که در مورد این تظاهرات، نوشته این همکلاسی من، نوشته که دست و حسینیش بازم رفته بودیم توی تخیلات مالی خولیایی و فکر می کردیمش که این اراذل اوباش واسه چی یه دفعه دیگه ریختن تو خیابونا و چه می دونم بیابونا و خودشون لوس کردن و مشغول اختشاش هستن و اشعار زشت و
بی محتوا میدن و دست بردارم نیستن. یه سرشون میلالن که آب نداریم، یه سرشون داد میزنن که نون نداریم و چه میدونم برق نداریم، کار نداریم و چه میدونم آزادیمونه نداریم و چه و چه و چه نداریم. واسه اینکه یکی نیست به این مزدوران اجنبی که بخوان مملکت رو تجزیه بکنندش بفهمونه که بابا عوضش امنیت داری و هیچکی هم بهت شلیک نمیکنه به جز خودمون. در حال دنیا پر از قصه و قصه مردم ایرانه. آرزو میکنیم به هر حال هر چه زودتر به سرانجام و پایان این قصه ها و قصه های تلخ برسیم. برنامه ادامه میدیم با جناب آقای حسن رجب نژاد و امروز در واقع تولد رضا شاه کبیره و آقای رجب نژاد میخوان در مورد این شخصیت تاریخی با ما صحبت کنن. پیام ها رو میبینیم و برمیگردیم ببینیم چه چیز تازه ای از آقای رجب نژاد در مورد رضا شاه میشنم. با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید. ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس، با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی‌های بزرگ و کوچک شما، انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره‌های ایرانی. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت.
انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهویا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیون اسکریت بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یک رنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. گفتم که سالگرد تولد رضا شاه، اشتباه کردم، در گذشتشه، چرا که به نظرم نمیاد که اون زمان ها واقعا، حالا اگر مثلا میگفتن تاریخ فلان تاریخ مثلا روز تولد ناصرالدین شاه یا رضا شاه، این فرضی بود، همش فرضی. من یادم نمیاد که مثلا تازه من مثلا بچه بودم، پدر من یا مادر من شناسنامه‌شون همش فرضی بود، میگفتن که مثلا وسط تابستون به دنیا اومدن، یارو خود یارو به اصطلاح اداره سجل احوال یه تاریخی براشون میزد. به هر حال ولی در گذشت رضا شاه مشخصه، امروزه سالگرد در گذشت رضا شاه و جناب آقای حسن رجب نژاد نویسنده و با به تخلص گیل مرد این چهارشنبه حضور دارن. دو تا چهارشنبه نبودن، رفتن کوهنوردی، حالا برگشتن، امیدوارم پاهاشون سر حال باشه و بتونن که کمک بکنن به این که روحیش بشاش و شادی که از این سفر داشتن برام امروز ما رو بیشتر جلا بدن. جناب آقای رجب نژاد، این گویا این میدان رضا شاه چیکار کرد؟ سلام بر شما، سلام بر همه بینندگان عزیز در سرتاسر دنیا. من قبل از اینکه در مورد رضا شاه صحبت کنم، با توجه به رویدادهای ترسناک و دردانگیزی که در ایران الان به وقوع پیوسته و اون رنجهایی که مردم متحمل میشن، من میخوام با اجازهتون یه شعر خیلی کوتاهی رو که اساره این انقلاب هست به عنوان شروع برنامه اینجا بخونم. میگوید این شعر از آقای شمس لنگرودی هست که یکی از شاعران بسیار خوب سرزمین ما هست. میگوید که باران بیقراری میبارید، باران و برف، گفتیم تر نشویم، پناهی جستیم در آب چاه تیره و تاریکی، پناه جستیم. چه دامچاله تلخی، یک سو دریچه ای به برف و خون و لجن، یک سو نهنگ حمله ارواح، هوهوی مرگ نردبام شکسته. آه ای ایزدان که گناهکاران را به اشارتی به سنگ و ستاره بدل می کنید. نفرینمان کنید که به هیئت مرغی با دل ترکیده از این چاه برشد. بله، امروز چهارم
مرداد یا نه امروز به هر حال چهارم مرداد سال روز مرگ رضا شاه است، مردی که از چپ استالینی یعنی حزب توده و راست اسلامی یعنی ملایان جفای بسیار دید و مردم ایران هم نسبت به او ناسپاسی های فراوان کردند. او میخواست ایران را از منجلاب متعفن حکومت قاجار برهانه و دروازه های آبادانی و مدنیت رو و همچنین گریز از تنگناهای خرافات دینی رو بر روی ملت ما باز کنه. دانشگاه ساخت، راه آهن سرتاسری ساخت، فرهنگستان ساخت، کاپیتولاسیون رو لغو کرد، دانشجو به خارج فرستاد، دست ملایان رو از دستگاه قضا و دستگاه آموزش و پرورش کوتاه کرد، به زن ایرانی که قرنها از همه حقوق انسانیش محروم بود شخصیت بخشید، راه ساخت، پل ساخت، ارتش نوین ایجاد کرد، به ملوک و طوایفی در ایران پایان داد، به اصلاح دستگاه اداری و مملکت پرداخت، شیوه نوین دادگستری رو در ایران بنیاد نهاد. همین راه آهن سرتاسری رو بدون یک دینار قرضه خارجی ساخت. این پروژه راه آهن سرتاسری ایران با 2,188,000,000 ریال ساخته شد. ببین چه پول گزافی هست در آن زمان. اما 1,396,000,000 ریالش رو تنها از طریق مالیات قند و شکر و چای فراهم کرد. اینکه چگونه به قدرت رسید و چگونه از قدرت کنار گذاشته شد بحث امروز ما نیست، این رو میگذاریم به فرصت‌های دیگر. اما چند ویژگی در حضور او در قدرت وجود داشت که اگر توسط فرزندش ادامه پیدا می کرد هرگز ما دچار فاجعه‌ای به نام جمهوری اسلامی نمی شدیم. این حرفی که من می زنم البته به هیچ وجه به معنای تأیید سلطنت یا نفی جمهوری نیست، بلکه تلاشی هست برای فهم درست تاریخ، تا تاریخی رو که ما هیچ از اون نمیدونیم بهتر بشناسیم. او موفق شد پرونده یک حکومت فاسد به یک اولیگارشی متعفن رو برای همیشه ببنده. او موفق شد از یک کشور عقب مانده غرق در خرافات دینی کشوری مدرن بسازه و بر سلطه بیچون و چرای ملایان در همه عرصه های حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما پایان بده. تأسیس بانک و بانکداری و گشایش اعتبارات بین المللی در کشوری که راهزنان داخلی و خارجی بر اون سلطه داشتند مدیون همین رضا شاه است. رضا شاه تنها شاه ایران در تاریخ است که در طی کمتر از 16 سال بیشترین حجم خدمات و کمترین آسیب ملی رو داشته. او کسی بود که بهترین روشنفکر ایران یعنی مرحوم محمد علی فروغی نخست وزیرش بود و مشاوران او بهترین نخبگان و متخصصان و خردورزان ایرانی بودند. اصلاحات اجتماعی رضا شاه نشانگر این بود که او خواهان ایرانی بود رها از نفوذ ملایان، رها از دسیسه بیگانگان،
دارای یک حکومت مرکزی قوی و مقتدر، مملکتی دارای مؤسسات آموزشی و دانشگاهی به شیوه کشورهای اروپایی، دارای زنان متجدد که بتونن در بیرون از خونه شاغل باشند، دارای ساختار نوین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، دارای کارخانه ها و شبکه های ارتباطی و دارای بانک های سرمایه گذار مدرن. او برای رسیدن به هدفش دست به تعدیل مذهب زد. بعضی ها میگن که مذهب زدائی کرد، ولی اون به تعدیل مذهب دست زد. برانداختن قبیله گرایی، گسترش ملی گرایی، توسعه آموزش و پرورش و توسعه سرمایه‌داری دولتی از کارهایی است که در زمان رضا شاه صورت گرفت. طرفدارای رضا شاه او رو پدر ایران نوین و پادشاهی او رو دوران دیکتاتوری منور میگن، یعنی دیکتاتوری مصلح. اما مخالفان رضا شاه او رو مسئول برباد رفتن انقلاب مشروطیت، یعنی دستاوردهای انقلاب مشروطیت در ایران میدانند و معتقد هستند که اگرچه رضا شاه تونست نظم نوینی رو در ایران ایجاد کنه، اما دموکراسی در ایران، مجلس شورای ملی، انتخابات و آزادی های سیاسی رو در کشور ما از میان برداشت. یک همچین تحلیلی البته بدون درک شرایط زمانی هست. میدونید که وقتی رضا شاه در سوم اسفند 1299 کودتا کرد، 14 سال از انقلاب مشروطیت ایران گذشته بود، از پیروزی انقلاب مشروطیت گذشته بود و ایران دوچار چنان از همگسیختگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شده بود که مردم به جان آمده از ناامنی ها و آشوب ها و بلبشوی پسا انقلاب چیزی جز برقراری امنیت نمیخواستن. و شاید یکی از دلایل برآمدن رضا شاه توانایی و قدرت او در استقرار امنیت در کشور بود. و میبینید که این موضوعی هستش که در شعر شاعران آن زمانه تجلی پیدا کرده. شما میدونید که پیش از آن که کودتای سوم اسفند صورت بگیره و در دوره که رضا شاه قدرت رو به دست میگیره، ما شیخ خزعل رو در خوزستان داشتیم، اسماعیل آقا سیمتگو رو در غرب کشور داشتیم، میرزا کوچیخان جنگلی رو در شمال داشتیم و آقای کلونل محمد تقی پسیان رو در خراسان و یاغیان و قانون گریزان بسیاری هم در گوش و کنار مملکت داشتیم که چنان عرصه رو بر مملکت و ملت تنگ کرده بودند که مردم آرزویی جز استقرار امنیت نداشتند. رضا شاه تونست با مشت آهنین امنیت و آرامش رو در مملکت برقرار کنه. ببینید، من نمونه هایی از واکنش شاعران زمان رضا شاه رو یا پیش رضا شاه رو اینجا دو سه بیتی رو میخونم تا ببینید که روشن فکران ایران هم پشتیبان رضا شاه بودن. ملک شعرای بهار در قصیده ای به همین برقراری امنیت اشاره میکنه و میگه این فرصت و فراغت و این نعمت و رفاه مولود کوشش ملک ملک پرور است. ایمن قنوده ایم به عصری که بر روبه آن یک پر از مسلسل و این یک پر از
آن یک پر از مسلسل و این یک پر اژدر است. عمرش دراز باد که در روزگار او هر روز کار ما ز دیگر روز بهتر است. این ملک الشعرا یکی از بزرگترین شاعران زمانه و یکی از سیاستمردان اون عصر هست. همین آقای فرخی یزدی که به دروغ میگویند که به فرمان رضا شاه دهانش رو دوختند و کسی هست که اشعار بسیاری در نکوهش رضا شاه داره، پیش از آن که رضا شاه به یک توسعه آمرانه دست بزنه و به اصطلاح یک نوع دیکتاتوری فردی رو جایگزین حکومت مشروطه بکنه، از طرفداران او بود و این طرفداری رو در شعرهاش بازتاب داد. یکیش رو براتون میخونم. همه گویند چرا دل به ستمگر دادی، دادم آن روز به او دل که ستمکار نبود. همه در پرده اسرار سخنها گفتند، لیک بی پرده کسی واقف اسرار نبود. بود اگر جامعه بیدار در این دار خراب، جای سردار سپه جز به سر دار نبود. ببینید که آقای فرخی یزدی میگه من پیش از این هواخواه رضا شاه بودم، اما از روزی که ستمکار شد و شایسته آن هست که بر سر دار بره. ایرج میرزا شاعر ارجمند وطنم بود، با آنکه خودش از طایفه قاجار و نوه پسری فتحعلی شاه قاجار بود، وقتی که فقر و تباهی و انحطاط ایران رو در دوران اواخر دوران قاجار میبینه، راه چاره رو در قدرتگیری سردار سپه میدونه و در زمینه تلاش های رضا خان برای کسب قدرت، ضمن ارائه تصاویر روشنی از اوضاع اسفبار مملکت چنین میسراید: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. این از ایرج میرزا. ایرج میرزا در همین عارفنامه مشهورش که سراسر شکفاییه هست، با دیدن اون همه ناهنجاری هایی که در اون مملکت هست، به ریشیابی این ناهنجاری ها میپردازه و به جایی میرسه که یقه خود خدا رو میگیره و به خدا چنین خطاب میکنه: چرا پا توی کفش ما گذاری؟ خطاب به خدا میگیره. چرا دست از سر ما بر نداری؟ تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی. خداوندا مگر بیکار بودی که خلق مار در بستان نمودی؟ منظور از مار همین ملایان و مجتهدین هست. به شرع احمدی پیرایه بس نیست، زمان رفتن این خار و خس نیست. اینه ایرج میرزا زمانی میگی که الان 100 سال از مرگش میگذره. 100 سال پیش همین ملایان رو به عنوان خار و خس، به عنوان ماری در گلستان میشناسه، ولی ما هرگز به این هشدارها توجه نکردیم. خیلی خب جناب آقای رجب نژاد، اجازه فرمایید که چند تا پیام ببینیم. من یه سوالم ازتون دارم، آره حتما میخواد مسائل دیگه در همین رابطه مطرح بفرمایید، ولی قبل از اون من یه سوال ازتون دارم. پیامتون رو برمیگردیم. در خدمت هستم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل،
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه $229 در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه $169 در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه $439 در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه $290 در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو ماهیانه $219 در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. برنج بسمتی مایار، از این پس برنج ارگانیک مایار سر سفره غذای ایرانی. برنج بسمتی بدون استفاده از مواد شیمیایی کاملا طبیعی برای حفظ سلامتی شما و عزیزانتان. برای سفارش با نماینده فروش برنج مایار آقای تورج با تلفن 424-431-6556 تماس بگیرید. برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید. ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس، با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی های بزرگ و کوچک شما، انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره های ایرانی. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب آقای رجب نژاد،
این تفاصیلی که جناب علی طی دقایقی پیش فرمودید من برام یه سوال پیش اومد، یعنی جواب این سوال گرفتم، میخوام اینم همینه. وقتی مردم میگن توی ایران در زمان حکومت آخونده میگن رضا شاه روحت شاد، یعنی که خوب برای سرتون آورد آخونده، منظور اینه یا این که میگن رضا شاه روحت شاد یعنی که طرفدار مثلا بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران هستن؟ نظر این رو من در یک جمله خلاصش میکنم. رضا شاه روحت شاد قضاوت راستین تاریخ در مورد مردی به نام رضا شاه است. یعنی اینکه با همه تبلیغاتی که در این 43 سال علیه خاندان پهلوی و رضا شاه مخصوصا صورت گرفته، قضاوت تاریخ یک قضاوت عادلانه است. مردم وقتی میگن رضا شاه روحت شاد دو مفهوم داره، یکی این که سپاسگزار خدمات رضا شاه هستند و دیگر این که رضا شاه رو به عنوان کسی میبینند که دست روحانیت و آخوند رو از همه نهادهایی که در اختیارشون بود در زمان فرمانروایی خودش قطع کرد. حالا میدونید که وقتی رضا شاه در رضا خان میرپنج در اسفند 1299 با همکاری سید ضیاء طباطبایی کودتا کرد، اینها یک اعلامیه منتشر کردند و این اعلامیه رو به در و دیوار چسبوندن. من اشاراتی به این اعلامیه خواهم کرد که مردم بدونن که این کودتا به چه شکلی صورت گرفت. معروف به من حکم میکنم. من حکم میکنم، بله. همون حکم چیز که میگه من حکم میکنم. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی به پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به اخلال آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات به اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنج: اجتماعات در منازل و نقاط مختلف به کلی موقوف و در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرد هم آیند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده شش: درب تمام مغازه های شراب فروشی و عرق فروشی، تئاتر و سینما و فوتوگرافی ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست که دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفت: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه، تلگراف هم مطیع این حکم خواهد بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. و آخرین ماده، ماده نهم: کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. اینجاش مهم هست که امضا رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت، یعنی این کودتا کودتای ضد احمد شاه قاجار نبود، کودتایی بوده که میخواستی که ناهنجاری هایی رو که این مملکت رو به نابودی کشون میکشید از اون جلوگیری کنه. حالا برای اینکه ببینید که البته نوشته که رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضائه امضاش هست. حالا برای اینکه ببینیم که پیش از رضا شاه جامعه ما چه شکلی داشته،
چرا آقای رجب نژاد این آقای شهرتی نشون میده 3 دقیقه وقت داریم، پس ما متأسفانه نمیتونیم برسیم. ولی خب اشارتی خواهم کرد برای اینکه ببینیم که اوضاع احوال آن روز ایران چجور بود. یک اشارتی میکنیم به تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 که آقای جعفر شهری رو نوشته در 6 جلد و نشون میده که ما در چنبر چه مصیبت هایی گرفتار بودیم. عرض کنم خدمتون بهترین قسمت ها، چون فرصت داریم من بهترین این هستش که اشاره بکنم که از اقداماتی که سید ضیاءالدین طباطبایی بعد از این کودتا کرده برای سر و سامان دادن به نظم عمومی، سیاهی رو از این اقدامات در کتاب تاریخ اجتماعی قرن 13 هست. هر کاسب، این هم یه اطلاعیه است که سید ضیاءالدین، هر کاسب بجز نانوا و کله پز و حمامی باید دکان خود را اول آفتاب باز و اول غروب تعطیل کند. هیچ کاسب به جز بقال و پزنده و نانوا حق ندارد روزهای جمعه دکان خود را باز و داد و ستد کند. هیچ کاسب، هر نانوا مکلف است برای نانها که از تنور بیرون می آید سکوی آجوری بسازد. هر خوراکی فروش، اعم از نانوا و قصاب و کل و پز و آب گوشتی و کبابی و یخنی پز و فرینی پز، باید کف دکان خود را آجر فرش کند. ببین آهسته آهسته داره جامعه رو به سوی نظم میکشونه. سگهای خانگی باید قلاده داشته، زنجیر داشته باشند. کبوتربازی اکیدن قدغن است. سربریدن حیوانات امثال گوسفند و مرغ و خروس در انظار و مله عام به کلی ممنوع است. خیلی خوب، این پدر ما آقای شهرتی داره در میاد آقا پایان ما. خیلی خوب آقای، پس بذارید هفته دیگه شما این شرح این تغییرات رو بذارید تو هفته آینده واقعا داشته باشیم. بله هفته آینده این نشون میده که جامعه ما در چی واپسگرایی. خیلی خوشم اومد واقعا، این تیکای آخری که داشتید میگفتید یک چی میگن، یه فیلمی از اون گذشته، عکسی از اون گذشته بود که من خیلی دلم میخواد شما برنامه آینده مفصل به این تغییرات بپردازید. هفته آینده اشاراتی خواهم کرد که ورود اتومبیل در ایران با چی واکنشی روبرو شد و مردم خیال میکردن که اتومبیل یکی از نشانه های ظهور امام زمان است. آخرین خبر آقای حسن، آقای رجب نشد الان از اتاق فرمان به من خبر دادن که آقای شهرام کاشانی، اون خواننده جوون، در گذشته در استانبول. این به هر حال من الان جزئیات نمیدونم، آقای شهرتی هم دقیقاً نمیدونه، فقط دیدم که چند تا از آدمایی که به هر حال کار موزیک هستند و معتبر هستند خبر درگذشت شهرام کاشانی خواننده جوون رو دادن که حالا چه دلیلی، بلکه میدونم که مریض بود، یه چیزی رفتن نزدیک تا پای مرگ رفته بود. به هر حال اینم آخر خبری که به ما دادن. جناب آقای رجب جان سپاسگزارم از اینکه باز بودید، سپاسگزارم از آقای امیر شهرتی که هم به ما خبر میده هم لحظات برای ما میشماره، و کارگردان فنی برنامه بود که اپ خودمونی با ستار دیده در تلویزیون ملی پارس، و یک سپاس دارم، سپاس بیکران و درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنی. شب روزتون خوش.